چون بعضیا خب من دیدم تو این مدت برنامه در مورد شاهزاده و مسائل دیگه مطرح شده. ببینید، ما اون چیزی که منطقی هست بهش اشاره میکنیم، بعضی چیزایی به دلایل خاصی آدم سکوت میکنه، چیزی نمیگه. من برمایل اشاره کردم تو برنامه تلویزیونی مختلف از همکار ما آقای شرم همایون که واقعا سالهای سال به روشنگری میپردازن، باید بهشون آفرین بگیم. و به اصطلاح همیهنانی که در طیف پادشاه هستن، هدف ما باید اتحاد باشه، یک پارچگی باشه، در شکی نیست. علت این که من به اشاره میکنم اینه که ما قبلا چوب این مسئله رو خوردیم. چه جریاناتی هستند؟ چون قبلا اگه بخواد از درون ایران به ما خواهد آقا بیاد این اپوزیسیون خارج از کشور ببین داره چه کار میکنن، نمیدونم فلان و از این حرفا، نه این چیزی نیست. ولی این کسایی که میخوان این کار رو نشون به اصطلاح اشاره بهش بکنن، یا مثلا مسئله رو مطلب خشخاش بذارن و تفرقه ایجاد بکنن، معلومه جمهوری اسلامی و اون پولایی که داره خرج میکنه و حامیان جمهوری اسلامی، اونایی که جمهوری اسلامی رو آوردن و نمیخوان به این زودی سرنگون بشه و هنوز باید نفت ایران رو به رایگان ببرن، هنوز میخوان برنامه ها دارن با عربستان، میخوان به جنگن، مسئله یمن و چیزای دیگه، اینا هیچ چوب لای چرخ اپوزیسیون میذاره. این اهداف دراز مدتشه. حالا بعضیا میرن تزی طلبوار رو اشاره میکنن، اونها پول میدن. پرسش منطقی من اینه، جناب شاهزاده، مگه آقای شهریار آهی در دفتر نبود؟ مگه نمیگفتن دست راست شما سونی و همه کار خود؟ ما در کنفرانس پاریس، منم اونجا بودم، نه مال شورای ملی قبلیش که تزی طلبها رو آورده بودن و یه سری بین پیغمبرها رفتن جرجیس انتخاب کردن، اون بالا نوشته بودن شورای ملیت ها. اصلا به کار بردن واژه ملت ها خودش یعنی به رسمیت شناختن یک کشور، معمولا از عرف بین المللی و سازمان ملل میگن one country one nation، به هر حال اینجوری معرفی شده. شما که میخواید بیاید چند ملت، یعنی میخواید بیاید مثل بالکان و جای دیگه همچین مسئله مطرح بکنید که یه توطئه‌ای بود، خوشبختانه به خیری گذشت. و آقای آهی در اون شرکت کرد، خوشبختانه شاهزاده نیومد. و بعد از همین جریانات بود که آهی از دفتر حالا بیرون رفت، اخراج شد، به هر حال دلیل خودش داره. پس این نشون میده که اشتباهاتی ممکنه صورت بگیره. ما در شرایطی هستیم که محبوبیت خاندان پهلوی بر کسی پوشیده نیست. و در اون موقع من یه مقاله نوشتم که کارساز شد مقالم خوشبختانه، و خیلی چپ‌ها و کسای دیگه هم به من فشار آوردن، نتونستن. گفت نه آقا، نه ما فعلا اینجوریه، خود از دفتر شاهزادم هستن. گفتن از دفتر شاهزادم بیان، من حرف خودم رو میزنم. ما این نیستیم که مثلا بگیم آقا قبلا دولا تعظیم میشیم علاوه، نه خیر، طیف پادشاه بی معنی نیست. و این آزادی رو که ما اینجا داره بیان میکنیم، به این بدونن نسل آینده تو ایران و کسای دیگه داره تماشا میکنید، این نیست که یه عده بخون آقا بگید سلطنت واژه سلطنت ابنجی نیست که ما بگیم آقا یه سلطان حکم بکند، ما بگیم نه خیر. الگوی ما کوروش هخامنشی است، الگوی جهان هم حتی کوروش هخامنشی است، جایی که هنوز حقوق بشر مطرح نبود، اونم پیش از میلاد مسیح 500 سال. افتخار میکنیم که یهودیان رو آزاد کردن و به دین و ادیانشون برگردوندن، کسی هم فشار نیاوردن. افتخار میکنیم که زن با مرد برابر بود. سربلندی ماست که زن باردار بیشتر رو میگرفت و تو سازمان ملل جای دیگه سنگ نوشته کوروش در دنیا مطرح میشه. الگوی ما ایناست. و خود شاهنشاه روانشاد و رضا شاه خودشون سربازان آب خاک میدونستن. اگر موردی بود، حالا من به یه مورد دیگه اشاره بکنم، مگه در دفتر خود شاهنشاه آریامهر خائنینی مثل فردوس نبودن که با هم بزرگ شده بودن، تو لندن هم درس خونده بودن، ولی فردوس مزدور در اومد. حالا من اینا رو دارم میگم نه به این دلیل، به این که آقا به قول یارو لب بود که دندون اومد.
کسایی که سالهای سال داره مبارزه میکنن، چیزشون مشخصه فلان، میاد یه عده تازه از رابطه رسیده بیان به یه عده توهین بکنن، بگن فلانه و باعث اختلاف بشه. نتیجه اینه که بگن آقا ببینید دوباره تلویزیون های لس آنجلسی افتادن به جون هم. مثلا آقای همایون مجبور بشه بگه آقا کتاب فروشی من این نیست که بخواد به من توهین بکنید که این موضوعی بشه، یعنی من کلاشی بشه. فلانی رو وادارش بکنید که به من حرف بزنه. نکنید این کارا رو. مثلا موردی هم من از این تلویزیون به اشاره کردم، خب قسمت جالبیه که آیا دولت در تغییر درست بکنیم یا خیر. متن این چیز جالبه ولی من معتقدم اگه نشه بهتره. چرا؟ نظر شخصی بنده است. برای اینکه اگه قراره که شورای ملی بزنیم نتیجهش این بشه، کسایی که به خاطر اونا تو سر ما کوبیدن اصلاح طلبا که همونا زودتر از همه در رفتن حالا نیستن، بعد اگه قرار من نوعی بیام تلویزیون بزنم، میرم یه تلویزیون مستقل میزنم، نه اینکه بیام یک ساعت برنامه کرایه بکنم اسم اینو بذارم تلویزیون. اون تلویزیون نیست. چجوری تلویزیون ایران آریایی زمانی که شورای ملی داشت برنامه‌اش اجرا میکرد خوب بود، همه میومدن، کلی هم به اصطلاح فاندریزینگ زدین، پول جمع شد، اینا اون موقع اشکالی نداشت. بعد میاد تو مصاحبه میگید که کپی رایت هست و نباید تلویزیون نشون بدن. اگه قرار صدای شاهزاده به همه جا برسه دیگه کپی رایت نمیخواد. این مسخره بازی ها چیه؟ خانمی زنگ میزنه میگه که ما آقا فلون آقا رو نمیشناسیم. مجری برنامه برمیگرده میگه چجوری نمیشناسید؟ پدرشون قبلا تو دانشگاه ادبیات فلان. خب پدر بوی فل فاضل از فضل پدر تو رو چه واسه؟ این چه نوع سفسطه شما را انداختید؟ باید هر چی سریعتر جلوی این برنامه گرفته بشه. آدم اگه شاهزاده قبلا مگه برنامه تلویزیون افق دیگه نبود چجوری برنامه شد؟ شاهزاده دفتر یه بیانیه میداد تمام تلویزیون ها پخش میکردن، تمام شد رفت. طلا که پاکه چی منتش به خاکه. نکنیم این کارا رو، درست نیست. چیزی جز اختلافات نتیجهش میبینید. خوشتون میاد این کارا؟ که دوباره تلویزیون ها عمر به جون هم بندازید، بعد مردم میگن میرن نتیجه سودش داره جمهوری اسلامی به اربابانش میبرن، میگن ببینید دوباره اینا با هم متحد نیستن، بعد چی میخوان مردم متحد بکنن؟ این کار بعیده. من اعتراض خودم رو میکنم. اصلا هم اینجوری نیست که فکر بکنید نه آقا، آخه اگه یادتون نفته باشه تو اون برنامه مسیح علی نژاد و کسای دیگه میرفتن از شاهزاده عکس میگرفتن، آقا شاهزاده همچین حرفی زده، شما دیگه ساکت باشین، چون شاهزاده همچین حرفی زده پس شما باید خفقون بگیرید. این خودش یعنی استبداد، این خودش یعنی دیکتاتوری. شاهزاده نظر خودشو داره، یکی نظر دیگه خودشو داره. اگه اینجوری بود ما ضربه از فردوست ها خوردیم، ما ضربه از کسایی خوردیم که وقتی خواستن خمینی رو به عنوان یک آدم شیاد حکم اعدامش هم اومده بود، آیت الله شریک مداری اربابان اون چیزایی که از فرستاد انگلیس اومدن با اون تیمساری که الان اسمش رو رفتن حکم آیت اللهی رو برای خمینی از شریک مداری گرفتن که آیت الله رو نمیتونید اعدام بکنید، همون باعث شد خمینی رو قصر در ببرن. بعد وقتی سرکار اومد شریک مداری رو گرفتن به اون طرز کشتن و اون تیمسار هم به همون چنین نوش جونش، بعضی داشت از تیمسار دفاع میکردن برای اینکه کسی که اون کارو کرد یعنی مامور انگلیسی بوده، داشته جون یک آیت الله رو نجات میداده که داده بعد. نتیجهش این شد. ما چرا نباید از گذشته درس بگیریم؟ چرا باید بیام از یک سوراخ دو سه بار نیش بخوریم؟ تا حالا داشت به خوبی پیش میرفت. دوباره اختلافات دامن میزنید به عنوان که یک کسایی که معلوم نیست بک‌گراندشون از کجاست. بعد دوباره یه عمل دیگه نار بندازیم بیرون، بگن آقا مثل جران آهی و پیش از آهی و کسای دیگه. چرا باید عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ هر چی سکوت میکنیم، هر چی چیزی نمیگیم، میبینیم ای داره بر خودشون شلنگ تختی میندازن وسط و هی اختلافات دامن میزنن. مطمئن باشید من مقاله بسیار مفصلی خواهم نوشت، اسنادی دارم که این حرفا رو میزنم. نکنید این کارا رو. کسی که میخواد تلویزیون بزنه میره تلویزیون مستقل ماهواره میزنه. اگه قرار دید یه اون دلیل نمیشه. ما باید رسما اینو ببینیم از رسانه ها که اون کسایی که حرف زدن اینجا تنها رسانه‌ای که متحده، باید با اینا سخت برخورد بشه، بسیار سخت. فقط اون یکی آقا مثل همین جریان جمهوری اسلامی دیگه، فقط مسلمان مسلمانن بقیه مسلمان نیستن، این میشه همون مثل فاشیسم مذهبی که راه انداختید. چقدر راحت، من از این ناراحتم که چقدر راحت یه در بازی میدن، چقدر راحت. اینه تا حالا ما نتونستیم چیز بکنیم چوبشون میخوریم. اپوزیسیون کی میکنن؟ یه عده سعی میکنن. اپوزیسیون نه اینکه شما بگی آقا اپوزیسیون خارج، اپوزیسیون هم اپوزیسیون خارج از کشوریه که فریدون فرخزاده ها رو کشتن، اومدن اینجا ترور کردن، از شاپور بختیار کسای دیگه. اپوزیسیون
بها داده به خاطر این کار. اگه اهمیت نداشت تروریست نمیفرستادن. من برای همین میگم اگه اینا بخوان فردام دولت از ته خارج از تغییر بزنن، از کجا معلومه که دو تا اصلاح طلب نیارن وزیر نکنن؟ برای همین ترسش هست. آقا بهتر اصلا به قول یورو ما گاهی میگیم آقا شما به دروازه ما گل نزن، کاریم نکنی همچی بهتر. خودش خب شماره تلفن ها هست مثل گذشته. خب راه ارتباطی ما تو فکر هستیم که تلفن ها اگه بعضی هست بیان زنگ بزنن، تو فیسبوک هم میتونید مطرح بکنید. اتاق فرما اگه میتونن به لاتین بنویسن چجوری باشه نیک جعفرزاده رو رو چیز بنویسید که به لاتین سرچ کنید بیاد. تو فیسبوک هم هستم در خدمت شما، ایمیل هم همینطور، ولی اینجا هم به هر حال یک شماره شاید بذارن بتونیم که چون من معمولا بیشتر تجربه دارم این کار رو، چیزهای مطرح میشه زیاد پرسش تکراری، من برنامه به اصطلاح خلاصه فشرده رو میذارم بعد دیگه سلام مسئلهش خسروان دارن، مردم خودشون به این مسئله بپردازن. سپاسگزارم از تلفن هایی که میزنید و به این برنامه علاقه دارید، علاقه نشون میدید، کمکان به تو نره. ولی همینان ما باید بیدار در صحنه باشیم، اجازه ندیم به موقع به همون. من یادمه با پوزش از همکار بعدی ما که بخواد بیاد اگه وقتش چیز بشه شرمنده هستم، اولین مقاله ای که خرداد 88 22 سه روز بعد من مقاله نوشتم علی موسوی، هزاران فوش به من اومد ولی حرفمو زدم. امروز من سربالندم، یعنی تو آقا موسوی فلان از شاهزادهم بهتر، شاهزاده چیکار کرد موسوی این کارو کرده؟ چون آقا جان هم چیزی نیست. وقتی شیرین عبادی جایزه بهش دادن من یک هفته بعدش مقاله نوشتم گفتم که کسی که میاد میگه جایزه من به خاتمی تعلق داره این انسان بزرگه، این شیاده، باید مواظبش باشین. کسی که میاد میگه زمان شاه به عنوان قاضی بوده حکم قضاوتش بعد از انقلاب ازش گرفته میشه، نمیشه به اینو بیارین بر ما الگو. حالا اومدن از بخش های دیگه نفوذ کردن، اصلاح طلبای اعزام به خارج فرستادن که اینا رو در شورای ملی و این بر اون بر اون بر رسوخ بدن. یه کسی مثلا صدا آمریکا بیارن، اون اشکیواری رو بدون عمامه بیارن بگن بله اسلام یه چیزی میخوان از اسلام دموکراتیک بر ما چیز بکنن، یک بخش دیگه رفرم از به جای به اصطلاح واژه سرنگونی که هیچ وقت جرئت نمیکردن تو این شوراهای مختلف که چیز میشن میگن آقا اگه سرنگونی بزنیم فلان میشود، در صورتی که دروغ محض بود. واژه سرنگونی بزن که به جایش رفرم بیارید، یک بخش دیگه از اینا رو بریم حالا آقا با هم کنار بیاییم. این تمام خواسته اساس اون حامیانه، نه خود جمهوری اسلامی، خودشون عدلی نیستن. اونایی که اینا رو آوردن برای که ایران غارت بکنن، اینا سر جا باشن، میان میگن آقا یک بخش دیگه از اینا به این فرم ما رو درگیر اینا بکنن. حالا چه کسایی هستن که اصلا ایران رفت آمد میکنن میان، اسمای اصلیشون هم ما داریم، اینا کی هستن کجا میرن میان، یه جوری بعد ما اجازه نمیگیم بخواید بتونید از کانال مختلف در درون ما اختلاف بندازید. ما به خاطر این عمرمون رو گذاشتیم، به قول یارو خونها داده شد و سختن در مقابل شما خواهیم استاد، نه از این طریق فقط تلویزیون، چون ما تو میدون عمل کار میکنیم نه اینجا، راهاشون هم بلدیم و استادگی خواهیم کرد. به هر حال تو این فکر هستم. بینندگان عزیز که زنگ زدید، شما میتونید پرسشاتون رو به این وجود مطرح بکنید، با مدیریت تلویزیون هم بگید، من برنامه به اصطلاح تلفنم فکرش هم خواهیم کرد. پوزش میخوام اگه برنامه طول کشید از همکار بعدیمون، شما رو تو هفته دیگه به اهورای بزرگ میسپارم. پاینده ایران، سرنگون با جمهوری اسلامی، به درود. تا هفته دیگر، اهورا نگهدار ایران.